بهترین فرمول کاهش کلسترول چربی و قند خون را با این معجون به صفر برسانید با ما در این ویدیو همراه باشید ما به شما فرمولی طبیعی معرفی می کنیم که به کمک آن می توانید سطح کلسترول خون خود را پایین و چربی خون خود را کنترل کنید بدن شما برای عمل کرده درست نیاز به مقدار کمی کلسترول دارد اما ممکن است ما بیش از حد نیاز خود چربی اشوا و کلسترول در رژیم غذایی خودمان داشته باشیم که هر دوی اینها سطح کلسترول بعد LDL را بالا میبرند. کلسترول LDL باعث ایجاد پلاک در عروق می شود که منجر به بیماری قلبی می شود. کلسترول خوب HDL کمک می کند تا بدن شما کلسترول بد را از خون پاک کند. اگر می خواهید که کلسترول LDL خون را پایین بیاورید و کلسترول HDL را بالا ببرید با رژیم غذایی شروع کنید. کنترل میزان غذا از دست های خود کمک بگیرید. بسیاری از آمریکایی ها وعده با دو برابر میزان توصیه شده برای سلامت می خورند. این باعث افزایش وزن و بالا رفتن کلسترول می شود. یک روش آسان برای کنترل غذا این است که از دستهای خود استفاده کنید یک واحد گوشت قرمزی یا ماهی تقریبا به اندازه یک کف دست است یک واحد میوه تازه به اندازه مشت شماست یک واحد سبزی پخته شده برنج یا پاستا به اندازه یک دست جمع شده است غذای مفید برای قلب مصرف کنید بشقاب خود را پر از میوه ها و سبزیجات کنید تا کلسترول بعد LDL را پایین بیاورید آنتی ها در این غذاها بسیار سودمند هستند هرچه ما بیشتر میوه و سبزیجات مصرف کنیم کمتر غذاهای چرب میخوریم به شما می توانید فشار خون خود را پایین آورده و به وزن متعادل برسید غذاهایی که با کلسترول های گیاهی غنی شده اند مانند کره گیاهی ماست و سایر غذاها می توانند کلسترول LDL را پایین بیاورند برای سلامت قلب خود از دریا کمک بگیرید یک رژیم غذای سالم برای قلب شما دو وعده ماهی در هفته است چرا ماهی چربی اشباه کم و مقادیر زیادی اسیدهای چرب امگا 3 دارد اسیدهای چرب امگا 3 به کم شدن سطح تریگلیسیرید که یک نوع چرب در خون است کمک می کنند به اینها به کم کردن کلسترول و کاهش سرعت رشد پلاک ها در عروق کمک می کند از ماهی های مانند ماهی آزاد تون قزلالا و ساردین استفاده کنید یادتان باشد ماهی را سرخ نکنید چون منافع سلامتی ماهی خونسا می شود از مغزها ها برای سلامتی قلب استفاده کنید یک میان وعده می خواهید یک مشت از مغزها ها میان وعده مناسب برای کاهش کلسترول است مغزها حاوی مقادیر زیادی چربی اشباع نشده هستند که کلسترول بد LDL را کاهش و در میزان کلسترول خوب HDL تغییر ایجاد نمی کنند مطالعات زیادی نشان میدهد که افرادی که یک اونس از مغزها را در روز مصرف می کنند احتمال ابتلا به بیماری های قلبی در آنها کمتر است مغزها چربی و کالری زیادی دارند و نباید زیاد مصرف شوند از خوردن مغزهایی که با شکر یا شکلات پوشانده شدند جدا خودداری کنید چربی های غیر از قلب محافظت می کنن. همه ما به مقدار کمی چربی حدود 20 تا 35 درصد از کالری روزانه در رژیم غذایی خود احتیاج داریم اما نوع چربی اهمیت دارد چربی های غیر اشبا مانند روغن کلزا زیتون و رنگ به کم کردن کلسترول بد خون و افزایش کلسترول خوب کمک می کنند چربی های اشبا مانند آنهایی که در کره و روغن خورما یافت میشوند و چربی های ترانس کلسترول ال را بالا میبرند. حتی چربی های خوب هم کالری دارند و باید تعادل را در خوردن آنها نگه دارید این فرمول طبیعی کلسترول خون را پایین و چربی خون را کنترل و درمان میکند. این ترکیب طبیعی حاوی زنجبیل سیر و اصل است که دارای خواص آنتی و ضد التهابی هستند و به درمان سوء هاضمه، فشار خون بالا، آرتریت و آسم کمک می کنند. سیر در بهبود عملکرد گردش خون و سلامت قلب موثر است و یک ماده غذایی ضد انعقاد، ضد دلتا و آنتی اکسیدان محسوب می شود. زنجبیل مانع پروکسیداسیون چربی و تولید کلسترول بد LDL در کبد می شود و خاصیت آنتی دارد. اصل سطح تریگلیسیرید و کلسترول بد خون LDL را کاهش و سطح کلسترول خوب خون را افزایش می دهد و مانند سیر یک آنتی اکسیدان قوی محسوب می شود مواد تشکیل دهنده چهار حب سیر سه سانتی متر ریشه زنجبیل هشت فنجان آب یک فنجان اصل روش آماده سازی و دستورالعمل استفاده سیرها را پوست بکنید و به همراه ریشه زنجبیل در غذا بریزید این دو ماده غذایی را به خوبی خرد کنید تا یک ترکیب خمیری یک دست به دست آید سپس آب لیمو را به آن اضافه کنید و در نهایت آب و اصل را به آن اضافه کنید این نوشیدنی را در یک ظرف شیشه بریزید و آن را به مدت پنج روز در داخل یخچال نگه دارید هر روز صبح ناشتا مقداری از این نوشیدنی را بنوشید البته توجه داشته باشید که توصیه می‌کنیم مصرف این نوشیدنی بیش از دو بار در هفته نباشد. باید توجه داشته باشید که سالانه یک بار کلسترول خود را آزمایش کنید تا از میزان کلسترول و تریگلیسیرید خون خود با خبر باشید و با پیشگیری و درمان به موقع خطر ابتلا به بیماری های قلبی و روغی را کاهش دهید. هر روزتان را با آب شروع کنید از آب پرتغال های غنی شده با اسرول های گیاهی استفاده کنید کافی است در خرید آب به برچسب آن دقت کنید تا حاوی اسرول های گیاهی باشد محققان دانشگاه کالیفرنیا روی 72 داوطلب زن و مردی که کلسترول خونشان بالا بود مطالعات انجام دادند در این پژوهش به داوطلب ها آب پرتغال غنی شده با اسرول های گیاهی و یا آب معمولی داده شد بعد از انجام آزمایشات مشخص شد که میزان کلسترول افرادی که آب میوه های غنی شده مصرف کرده بودند به میزان 7 درصد و همچنین میزان کلسترول بد یا همان الدی ال آنها به میزان 13 درصد کاهش یافته است در این پژوهش میزان کلسترول افرادی که آب پرتقال طبیعی مصرف کرده بودند هیچ تغییر چشمگیری نشان نمیداد البته این امکان هم وجود دارد که این افراد به اندازه کافی از این آب میوه ننوشیده بودند بعدها در دانشگاه وسترن اونتاریو نیز پژوهش مشابهی انجام شد که نشان داد نوشیدن روزانه سه لیوان آب پرتقال از هر نوع به مدت چهار هفته میزان کلسترول خوب یا مفید خون را به میزان 21 یک درصد افزایش میدهد تعادل بین کلسترول خوب و بد را تا 16 درصد بهبود میبخشد توصیه میکنیم صبحا دو لیوان آب میل کنید یک پژوهش پاکستانی نشان داده است که مصرف 6 گرم دارچین معادل ان حدودا نصف قاشق غذاخوری در روز میزان کلسترول بد افراد مبتلا به دیابت نوع دو را 30 درصد کاهش میدهد همچنین تمام کلسترول را به میزان 26 درصد کاهش میدهد روغن زیتون را فراموش نکنید پژوهش های انجام شده نشان میدهد که داشتن یک رژیم غذایی سرشار از چربی های مونو که در روغن زیتون وجود دارد میزان کلسترول بد را در افرادی که از دیابت یا سندروم متابولیک رنج میبرند کاهش میدهد به سالادهایی که تهیه میکنید روغن زیتون بزنید یا اینکه سس سالادتان را با این روغن تهیه کنید سس سرکه مناسب است این سس با سرکه و روغن زیتون تهیه میشود اگر اهل قهوه خوردن هستید قبل از دم کردن نصف قاشق چایخوری به آن دارچین اضافه کنید البته میتوانید از این ادویه خوش عطر در چایتان نیز استفاده کنید تمام انواع لوبیا از جمله لوبیای قرمز سبز چشمولبلی و حتی عدس و سایر و حبوبات دارای مقدار زیادی فیبر هستند می توانن به کلسترول های بد خون چسبیده و آنها را جذب کنند جو دوستدار سلامت قلب شماست محققان معتقدند که جو حاوی فیبر حلالی به نام بتا گلوکان است مصرف منظم آن یعنی یک فنجان و نیم در روز می تواند میزان کلسترول بد را به میزان 12 تا 24 درصد کاهش دهد اگر دنبال دلیلش میگردید باید بگویم که این فیبر ها در معده کلسترول را جذب خود می و اجازه نمی دهند وارد جریان خون شوند اصل را جایگزین قند شکر و مربا کنید پژوهشی که در امارات متحده عربی انجام شد نشان میدهد که در افراد سالم میزان کلسترول و کلسترول LDL بعد از مصرف یک نوشیدنی حاوی اصل کاهش مییابد اتفاقی که بعد از مصرف نوشیدنی های حاوی گلوسید نمیافتد بعد از 16 روز مصرف نوشیدنی اصل میزان کلسترول خوب شرکت کننده ها افزایش و میزان هموسیستین آنها کاهش یافته است هموسیستئین اسید آمینه ای است که خطر ابتلا به بیماری های قلبی و سکته مغزی را ب... بالا میبرد